استراتژی قیام و سرنگونی، پیام به رزمندگان ارتش آزادی و نیروهای انقلاب دموکراتیک در سراسر میهن اشغال شده. مسعود رجوی، 30 دی 1388. سلسله آموزش برای نسل جوان در داخل کشور، قسمت دهم. فصل دهم، شناخت و تعریف رژیم دجال و ضد بشری ولایت فقیه. گفتیم که جبهه خلق یا جبهه مردم ایران اکنون در رژیم ولایت فقیه با شاخص و معیار سرنگونی، همان جبهه سرنگونی استبداد مذهبی برای استقرار حاکمیت جمهور مردم ایران تعریف می شود. درباره گرایش ها، تمایلات و خصایص اپورتونیستی و بارز شدن ماهیت های ارتجاعی در درون جبهه خلق به اختصار اشاره کردم. اکنون می خواهیم ببینیم رژیمی که جبهه خلق می تواند و باید آن را سرنگون کند و مانع اصلی پیشرفت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مردم ایران است چیست و کیست و چگونه تعریف می شود. شناخت این رژیم و کارکردهای ویژه آن لازمه مبارزه و سرنگونی آن است. هگل که متفکری بزرگ و در فلسفه سیستم ساز بود، یک بار گفت فهمیدن پذیرفتن است. هگل در واقع پدر دیالکتیک جدید است. هرچند در سیستم عقاید هگلی به یک وجود مطلق یا نوعی خدا که البته خودش هم متحول است احساس نیاز می شود، با این همه انگلس که هر گونه وجود مطلق را نفی می کند در سال 1874 نوشت بدون فلسفه هگل هرگز سوسیالیسم علمی به دنیا نمی آمد. در نیمه دوم قرن 19 مبارزه سوسیال دموکراسی سراسر اروپا را فرا گرفته و به سوی انقلاب و ترقی رهنمون شده بود. در آن روزگار مرسوم بود که برای مبارزه عظیم سوسیال دموکراسی دو شکل سیاسی و اقتصادی قائل شوند. اما این انگلس بود که برای مبارزه با اپورتونیسم و انحراف مبارزه تئوریک را هم در ردیف مبارزه سیاسی و اقتصادی زحمتکشان و سرکوب شدگان قرار داد. مبارزه چیست؟ مجاهدین در ایران نخستین گروه سیاسی مسلمانی بودند که 60 سال پس از انقلاب مشروطه در پی سلسله شکست‌های این انقلاب که پیاپی مقهور ارتجاع و دیکتاتوری، محمد حنیف بنیانگذار مجاهدین از اینجا آغاز کرد. در سال 1344 مبارزه مکتبی مترادف همان مبارزه تئوریک و ایدئولوژیک بود. بگذاریم که کلمه مکتب را هم بعداً خمینی مانند بسیاری کلمات دیگر از مجاهدین دزدید و لوس و زب کرد. من در اردیبهشت 1346 به عضویت مجاهدین که در آن زمان هیچ نامی نداشتند و در محاورات در مورد خودشان فقط از کلمه سازمان استفاده می کردند در آمدم.
دوستی داشتم به نام حسین روحانی که در دانشکده کشاورزی کرج درس می‌خواند. او هم در تهران و هم در مشهد به من سر می‌زد و گاه هر دو در یک محفل سیاسی و مذهبی آن روزگار که از دانشجویان و دانش آموزان مبارز در شب‌های جمعه تشکیل می‌شد شرکت می‌کردیم. بعدها فهمیدم که او قصد عضوگیری مرا داشته و از مدتی قبل به عنوان رابط عمل می کرده است. البته من نمی دانستم به دنبال چیست، چون گاهی وقتها سوالات خیلی ریزی از من می کرد یا به خانه ما می آمد تا خوب مرا بشناسد. در آن زمان محافل گوناگونی در همه جای ایران من جمله شهر مشهد وجود داشت. قبل از عضویت در مجاهدین، عمده وقت ما در همین محافل یا به خواندن کتاب‌های مختلف می‌گذشت. منظورم اساساً محافل روشنفکری است که مضمون مشترک همه آنها مخالفت با حکومت و دیکتاتوری شاه بود. از سال 42 و 43 در کانون نشر حقایق اسلامی که آقای محمد تقی شریعتی پدر دکتر علی شریعتی آن را اداره می کرد، با شهدای بزرگ فدایی مسعود احمدزاده و امیر پرویز پویان آشنا شده بودم و تقریبا هم دوره بودیم. پویان در دبیرستان فیوزات تحصیل می کرد که دیوار به دیوار دبیرستان ما دبیرستان شاهرضا بود. بعدها مسعود احمدزاده و پویان قهرمانان خلق و پرچمداران پیشتاز سازمان چریک‌های فدایی شدند. دوستی ما تا اواخر سال 1348 در زمان دانشجویی در دانشگاه تهران ادامه پیدا کرد. ساعتها قدم می زدیم و بحث و گفتگو می کردیم و گاهی هم بحث را در چایخانه دانشکده علوم ادامه می دادیم. فدایی بزرگ مسعود احمدزاده دانشجوی ریاضی در دانشکده علوم بود. بعد از سال 48 دیگر یکدیگر را ندیدیم. به نظرم اشتغالات طرفین در سازمانهایشان فرصتی برای این کار باقی نمی گذاشت. آخرین بار مسعود احمدزاده را در اواخر سال 1350 در مینیبوسی دیدم که مشترکاً ما و او را از سلولهای اوین با دستهای بسته به دادرسی ارتش برای محاکمه می برد. دیدم که همچنان فکور و سرفراز در ردیف اول نشسته و در محاصره مأموران ساواک فقط می توانستیم با نگاه و تکان دادن سر با هم صحبت کنیم. جوانان مبارز آن روزگار در نخستین سالهای دهه 40 به راستی تشنکام مبارزه انقلابی بودند. تشنکام سرنگون کردن رژیم شاه بودند. از سالهای 1335 تا 1345 وقایع زیادی در ایران و جهان اتفاق افتاده بود. جنگ سوئز و پیروزی جمال عبدالناصر، انقلاب الجزایر، کودتای عبدالکریم قاسم و واژگونی سلطنت در عراق، انقلاب کوبا و ویتنام و نهضت‌های آزادی بخش از آمریکای لاتین تا آفریقا، هر یک تأثیرات خود را در بیداری و برانگیختگی نسل بعد از مصدق در ایران داشتند. رژیم شاه هم جز در روزهای 28 مرداد که می‌خواست شکست مصدق را یادآوری کند، اصولاً خوش نداشت اسمی از مصدق ببرد تا نسل ما چیزی از مصدق نداند. سیاست روز به فراموشی سپردن مصدق بود. یک روز که پدرم در خانه نبود، من پوشه اوراق و اسناد اختصاصی او را که
دور از دسترس ما در بالاترین طبقه قفسه کتابهایش، البته پشت کتابها می‌گذاشت و کنجکاوی مرا جلب کرده بود، با استفاده از یک چهارپایه که زیر پایم گذاشتم برداشتم. توی این پوشه انواع و اقسام نامه‌ها بود که یکی از آنها خیلی توجه مرا جلب کرد. تاریخش فروردین سال 1331 یا 1332 بود. یک کارت به امضای دکتر محمد مصدق بود که در آن از اینکه پدرم 50 تومان پول خرید لباس عید برادران بزرگتر مرا برای مصدق فرستاده تقدیر و تشکر کرده بود و اولش هم نوشته بود: نامه گرامی عز وصول بخشید. از دیدن این کارت و مفاد آن مثل برق گرفته ها شده بودم و انگار به راز بسیار مهمی پی برده باشم در پوست نمی گنجیدم. اما این دست برد زدن به پوشه اختصاصی پدرم را هیچ وقت از ترس جرأت نکردم به خودش بگویم. منظورم از نقل این خاطرات برای شما این است که فضای بچه‌های آن روزگار را دریابید که در به در دنبال یک چیزی می‌گشتند که خودشان هم نمی‌دانستند چیست، ولی گمشده‌ای داشتند که بعدها فهمیدم اسمش ایران و آزادی است. شهید بزرگوار خودمان منصور بازرگان برادر بزرگتری به نام ناصر داشت که بعد از وقایع 15 خرداد 42 از تهران برگشته بود و برای ما گفتنی زیاد داشت. از طریق او فهمیدم که یک مهندس بازرگان هست که مخالف رژیم است و یک آیت الله طالقانی که ارادتمند هر دوی آنها شدم. خودم هم نمیدانم به چه دلیل از آن روز به خودم رده عضویت در نهضت آزادی ایران دادم. بعد هم عکس‌ها و جزوات آنها را پیدا کردم و مخفیانه در دبیرستان‌ها به طرق مختلف پخش می‌کردم تا روزی که رئیس دبیرستان بو برد و گوشم را کشید. وقتی در سال 43 دکتر شریعتی از فرانسه برگشت، نمیدانید که برای ما چه ارمغانی بود و ساعتها و ساعتها پای صحبت او می نشستیم. از دبیرستان در می رفتم و خودم را به عنوان مستمع آزاد به کلاس های درس شریعتی در دانشکده ادبیات در مشهد می رساندم. اما باز هم یک چیز کم بود که بعدها فهمیدم اسمش سازمان و تشکیلات است. خانه شاعر نعمت میرزازاده میم آزرم که شهرت سراسری پیدا کرد، در کوچه یدالله شهر مشهد یکی دیگر از محافل دائمی ما در آن زمان بود. همه زحمات پذیرای این خانه هم از شب تا صبح به عهده رویا خانم همسر مرحوم او بود. رویا خانم در همان حال درس هم می‌خواند تا دوره متوسطه را تمام کند و من در حالی که خودم مشغول آمادگی برای کنکور و ورود به دانشگاه بودم، به خواست شاعر به ایشان ریاضیات دبیرستانی درس می‌دادم. شاعر نامدار اسماعیل خویی را هم اولین بار در همین سالها که تاریخ آن یادم نیست در خانه میرزازاده دیدم. تازه دکترای فلسفه اش را از انگلستان گرفته و برگشته بود. با پویان و شماری دیگر از دوستان شب تا صبح در خدمت اسماعیل خویی بودیم و من که قصد تلمذ داشتم، سؤالم این بود که آقای دکتر
تعریف خوب و بد چیست؟ خویی گفت کانت در این زمینه میگوید تنها اراده نیک نیک است. در دو سال آخر دبیرستان، در دبیرستان دانش بزرگ نیا، یک معلم ادبیات داشتیم به نام آقای بازرگانی که انسان بسیار شریف و معتقدی بود. کتاب‌های رسمی درس فارسی را قبول نداشت و به جای آن به ما گلستان و بوستان تدریس می‌کرد و از همانها هم امتحان می‌گرفت. هر ماه هم یک لیست از کتاب‌های خواندنی در زمینه‌های مختلف به ما می‌داد که خودمان برویم آنها را پیدا کنیم و بخوانیم. از آقای بازرگانی بسیاری چیزها آموختم. انشای بچه‌ها را هم شب به خانه می‌برد و تصحیح می‌کرد و هر کدام را با یک زیرنویس به ما برمی‌گرداند. یک بار زیر انشای من نوشت: امیدوارم نمونه‌ای از مردان راه حق بشوید. از اینکه آقای بازرگانی چنین چیزی نوشته بود، تکان خوردم. به همین خاطر در ماه رمضان سال 1343 دعایم پیوسته این بود که خدایا مرا وارد یک جمع ذی‌صلاحی بکن که بتوانم کاری بکنم و وظیفه‌ای انجام بدهم. خدا این خواسته را دو سال و نیم بعد اجابت کرد و وارد سازمان حنیف شدم و بعدها فهمیدم نقشش رهبری است. به راستی او برجسته ترین رجل انقلابی معاصر بود. اما در مشهد به توصیه آقای بازرگانی، دبیر ادبیات مدرسه علوی به نام آقای دکتر رکنی هم قبول کرد که من هفته یک ساعت به خانه ایشان بروم و در خدمتش قرآن و مقداری تاریخ اسلام بیاموزم. نمیدانید که این یک ساعت در هفته چقدر برایم مغتنم بود. از طرف دیگر آقای بازرگانی مرا موظف کرد که باید برای دبیرستانهای دیگر هم که ایشان ادبیات تدریس می کرد کنفرانس بدهم. از آقای بازرگانی پرسیدم کنفرانس یعنی چی؟ گفت یعنی اینکه اول خودت می روی و خوب مطالعه می کنی و خوب می فهمی که موضوع چیست و بعد در مورد همان موضوع من دو ساعت زمان تدریس خودم را به تو می دهم که بیایی در دبیرستانهای فردوسی و ابو مسلم همان موضوع را برای بچه ها سخنرانی کنی، به شرط اینکه هر چرا که می گویی کتاب و منبع آن را هم نشان بدهی. این آنچه را هم که می توانی استناد و ثابت کنی بگو و کم و زیاد نگو. گفتم آقای بازرگانی من می ترسم، بچه ها می خندند و هیچ کس گوش نمی کند. آقای بازرگانی گفت نترس، من خودم ته کلاس می نشینم و اگر هم ایراد و اشکالی در کار شما بود بعدن می گویم. در جریان همین چیزهایی که اسمش را آقای بازرگانی کنفرانس گذاشته بود، دوستان زیادی در سایر دبیرستانها پیدا کردم و فهمیدم که آنها هم عیناً مثل خودم هستند. می‌خواهند یک کاری بکنند ولی نمی‌دانند چطور و چگونه. در اردیبهشت سال 46 در دانشگاه تهران تظاهرات اعتراض به شهریه شروع شد و من هم خودم را قاطی کردم. چند روز که گذشت، یک شب که به کوی دانشگاه برگشتم،
یادداشت همان رابط را دیدم که از زیر در داخل اتاق انداخته بود و می گفت که امروز سه بار به دنبال من آمده و نبودم و فردا ظهر در میدان فوزیه در انتظارم است. روز بعد 6-7 ساعت راه رفتیم و قدم زدیم و او می خواست مرا قانع کند که توی تظاهرات زیاد خودم را نشان ندهم تا شناسایی نشوم. ولی من قانع نمی شدم. آخر سر گفت پس چند دقیقه صبر کن، من باید زنگی بزنم و برگردم. احساس کردم که ناگفته ای دارد و شاید می خواهد از کسی اجازه بگیرد. مدتی بعد برگشت و با لحنی که بسیار جدی شده بود موضوع سازمان را با من در میان گذاشت. از این لحظه به بعد دیگر هیچ چیز یادم نیست. فقط می دانم که انگار بال درآورده باشم. احساسم این بود که همان چیزی را که می خواستم و برای آن دعا می کردم خدا پذیرفته است. فقط یک سؤال کردم که آیا مهندس بازرگان و آقای طالقانی هم هستند؟ او که خودش هم نمی دانست گفت ببین، از حالا به بعد دیگر یک عضو سازمان از این سؤالها نمی کند. تو اصلاً چه کار داری که کی هست و کی نیست؟ دیدم که واقعاً درست می گوید و دیگر از این سؤالها نکردم. اما از آن لحظه به بعد همه چیز یک مرتبه عوض شد. انگار به راهی پر ستاره کشانده شدم و در زورقی نشستم ز آجها، ز ابرها، بلورها. تا امروز که نزدیک 43 سال است، بهای آن چه رنجها، چه خونها و چه فراقها و شکنجه هاست. سرزمین ابرها، سرزمین نورها، نشان دهی مرا به زورقی ز آجها، ز ابرها و نورها. Yeah.
ستاره چین برکه های شب شدم، ستاره چین برکه های شب شدم. نگاه کن تمام آسمان من پر از شهاب شد، نگاه کن من از ستاره سوختم، لبا لب از ستارگان شب شدم. و نگاه کن ما به کجا رسیدیم، به کهکشان، به بیکران، به جاودان. به کهکشان، به بیکران، اکنون به طور نسبی معنی این آیه قرآن را می فهمم که چرا خدا از روز اول به روندگان این راه بی هیچ پرده پوشی گفته است: پیوسته در دار و ندار و در جانهای خود به آزمایش کشیده می شوید. از آنان که دعاوی مشابه خودتان دارند و قبل از شما به آنها کتاب داده شده و از منکران راه اذیت و آزار بسیار خواهید دید. اما اگر پایداری کنید، اگر دچار انحراف نشوید و پرهیزکار باقی بمانید، این نقش تعیین کننده خواهد داشت. اولین آموزش ما در سازمان مجاهدین مقاله‌ای بود تحت عنوان مبارزه چیست؟ پاسخ این بود که مبارزه قبل از هر چیز یک علم است، دانش تغییر سیاسی و اجتماعی است. باید آن را با قانونمندی‌هایش آموخت و الا اظهار نظر کردن بی حساب و کتاب، موضع گیری دینی یا عکس العملی راه به جایی نمی برد. مانند علم طب که البته هر کسی می تواند در مورد هر بیماری و عارضه‌ای اظهار نظر کند، می تواند دارو و درمانی را تجویز کند. اما طبیب عمومی باید پس از دوره ابتدایی و متوسطه 7 سال پزشکی بخواند. طبیب متخصص بسته به نوع تخصص 7 سال اضافه هم لازم دارد. بعد تازه نوبت تجربه اندوزی عملی است. کسی که پزشکی نخوانده و تخصص لازم را ندارد، چه بسا بیماری را تشخیص ندهد یا تشخیص او سراپا اشتباه باشد. چیزی را بزرگ کند و چیزی را که خطرناک است نادیده بگیرد. در هر قدم در معرض این است که دچار اشتباه شود و تشخیصی بدهد که مشابه او را دیده، اما در واقع مشابه نیست و چیز دیگری است. پزشکان متخصص به تشخیص فردی خودشان هم اکتفا نمی کنند، بلکه در موارد خطرناک شورای پزشکی است که تعیین تکلیف می کند. می بینید به محض اینکه موضوع خطیر و حساسی مانند جراحی قلب یا مغز یا جراحی کردن یک غده سرطانی مطرح می شود، آن وقت دیگر
همه می دانند که همینطوری نمی شود دارو و درمان تجویز کرد یا به جراحی پرداخت. طبیب متخصص خودش هم به سادگی دست به کار نمی شود. ابتدا انواع اقسام آزمایش ها و عکس برداری را انجام می دهد. بارها معاینه می کند. قبل از عمل جراحی آماده سازی های همه جانبی آن را انجام می دهد و بعد از آن هم بیمار را تحت نظر دارد و بسته به وضعیت تدابیر و درمانهای مختلف را به کار می گیرد. تازه اینها همه برای مراقبت از جان یک بیمار است. چه رسد به جامعه با همه پیچیدگی ها و مشکلات و طرفهای متعدد و مختلف و خون و خون ریزی و شکنجه و سرکوب. هرچند که عمدن ساده سازی و مقایسه می کنم، اما می خواهم بگویم که مبارزه هم مثل علوم پزشکی نفرات حرفه‌ای و سازمان کار تخصصی خود را می خواهد. آیا کسی می تواند بدون اینکه دانشجوی حرفه‌ای پزشکی باشد دکتر بشود؟ خیر، دانشجوی غیر حرفه‌ای طب مفهومی ندارد و از او طبیب متخصص ساخته نمی شود. مگر می شود که اگر من دانشجوی پزشکی هستم، هر از گاهی که وقت کردم سری به دانشکده بزنم و کتابی را ورق بزنم و بعد بتوانم دکتر حاذقی بشوم؟ نه، این نمی شود. بنابراین مبارزه سیاسی یک علم است. افراد حرفه‌ای و سازمان کار حرفه‌ای خودش را می خواهد تا به هدف مورد نظر دست پیدا کند. به عنوان مثال، یک وقت هست که ما فقط می خواهیم یک مقاله انتقادی بنویسیم یا یک نشریه منتشر کنیم یا در انتخاباتی در فضای دموکراتیک شرکت کنیم. اما یک وقت هست که می خواهیم رژیم ولایت فقیه را سرنگون کنیم. در این صورت همه چیز فرق می کند. از افرادش تا آموزش و آماده سازی آنها، از نوع و جنس تشکیلاتش تا مناسبات اعضای این تشکیلات با یکدیگر برای انجام این مأموریت، از شعارها و برنامه‌شان گرفته تا آلترناتیو و استراتژی و تاکتیک‌هایی که ارائه می‌دهند. شناسایی دشمن. برای سرنگون کردن رژیم ولایت فقیه، قبل از هر چیز باید آن را شناخت و تعریف کرد و کارکردها و خصوصیات ویژه آن را دریافت. اگر این کار را نکنیم، معلوم نیست که چگونه باید با او برخورد کرد. حالا در نظر بگیرید که با یک آدم مرضداری مواجه هستیم که ادعا دارد سالمترین و آزادترین و باثباتترین و انقلابی ترین فرد جهان است آیت الله خمینی. قلنج اسلام گرفته و میگوید فقط دردش اسلام است. مستمرن جیغ‌های ضد استکباری و ضد امپریالیستی می‌کشد و هر کس را که به سراغش می‌آید یا خرده‌ای بر او می‌گیرد متهم می‌کند که عامل آمریکاست. سال‌ها نعره قدس قدس از طریق کربلا سر می‌دهد، اما سر از ایران گیت در می‌آورد. می‌گوید اقتصاد مال خر است، اما در همان سال اول بازاری‌های باند او
بالاترین سود نامشروع تاریخ ایران را به مبلغ 120 میلیارد تومان به پول آن زمان، یعنی بیش از 12 میلیارد دلار بالا می‌کشند. به نحوی ما فوق تصور دروغ می‌گوید، تقلب می‌کند و همه کلمات و مفاهیم را از انقلاب و مستضعفین گرفته تا انقلاب فرهنگی و دفاع مقدس و انتخابات قلب و واژگونه می کند. آنقدر که حتی همسفرها و همسفره‌های قبلی خودش هم می گویند بین 22 تا 32 میلیون برگه رأی مازاد برنیاز در انتخاباتش چاپ زده است. از زیرزمین ادارات تا مساجد و طلبخانه ها را به زندان و شکنجهگاه تبدیل می کند. بسا فراتر از هر دیوانه ای که در دیوان خانه های زمین و زمان یافت شود می گوید دارای ولایت مطلقه بر دنیاست و آنچه در دنیاست، اعم از موجودات زمینی و آسمانی و جمادات و نباتات و آنچه که به نحوی به زندگی جمعی و انفرادی انسانها ارتباط دارد. هر کس را هم که این را قبول نداشته باشد از هم می درد و می کشد و قتل عام می کند. هر از گاهی هم یک نفر از جنس و سنخ خودش می آید که او را مدره و اصلاح کند. اما بعد معلوم می شود که یارو مثل خاتمی نوع آرایش شده خودش بوده است. تو را به خدا بدون اینکه برچسب بزنید و مبالغه کنید، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر به ما بگویید که این چه موجودی و چه رژیمی است و چه نام دارد. بله، این رژیم خمینی است، رژیم ولایت فقیه است. 27 سال پیش در جمع بندی نخستین سال مقاومت در تابستان سال 1361 در مورد این رژیم مطالبی گفته این که تلاش می کنم خلاصه آن را برایتان بگویم. به پشت جلد این کتاب نگاه کنید. نوشته است: صرف نظر از پیام‌ها و ابعاد اخص ایدئولوژیکی مجاهدین، فقط به ذکر این نکته قناعت می‌کنم که وقتی مقاومت ما پیروز شود، یکی از بزرگترین موانع انقلابات معاصر و بلکه مهمترین عامل انحراف و اضمحلال آنان، چه همانا تجاوز به حریم مقدس آزادی تحت انواع و اقسام بهانه هاست، از میان برداشته می شود. آری، اگر در انسان شناسی توحیدی کرامت بنی نوع ما نهایتاً در اختیار و آزادی اوست، احیای مقوله آزادی همانا احیای بشریت و انقلابات مغلوب است. ما از همان روز به قدرت رسیدن خمینی، پایگاه طبقاتی او را، خرد برجوازی سنتی و رژیمش را به لحاظ سیاسی مادون سرمایه‌داری ارزیابی می‌کردیم. از نظر تاریخی نیروی پشتوانه خمینی نیروهای عقب مانده و بیرون کشیده شده از اعماق تاریخ جامعه ما بودند، با سبقه خوشکندیشانه، متظاهر و ریاکارانه
و فرمالیستی مذهبی. مثل قولی که سالیان سال در بند و به زنجیر کشیده شده و حالا آزاد شده باشد. سابقه تاریخی این دار و دسته که خودشان هم پنهان نمی کنند به امثال کاشانی و مشروع خواهانی نظیر شیخ فضل الله نوری می رسد. یعنی همان جریان تاریخی که در زمان مصدق هم به وسیله خود آن بزرگوار توده نفتی نام گرفته بود. آنجا هم اجداد افرادی مثل کیانوری با اجداد مرتجعین امروزی بر علیه مجاهدین، بر علیه مشروط خواهان و بر علیه آزادی خواهان متحد بودند. یعنی آنها همیشه یک جریان و در یک طرف طیف بودند. ما و اجداد مبارزاتیمان صرف نظر از پایه طبقاتی و چتر ایدئولوژیکی خاصمان نظیر مصدق، کوچک خان، ستار خان، باقر خان و مجاهدین صدر مشروطه و همه آزادی خواهان آن دوره در طرف دیگر طیف قرار داشته ایم. پس این یک رژیم ارتجاعی، کهنه، رو به عقب، واپسگرا، از دور خارج و ضد تاریخی است. فعلا بر روی محور فلسفی از تبیین آن در می‌گذریم و به تشریح موقعیت اقتصادی اجتماعی و به جایگاه سیاسی آن که لاجرم ناشی از موقعیت اقتصادی اجتماعی آن است اکتفا می‌کنیم. فعلا به کمدی درام تناقض سر و بدنه، آن هم از لحاظ سیاسی و از لحاظ اقتصادی اجتماعی که می‌خواهد یک سر مادون سرمایه‌داری به نام ولایت فقیه را با انواع سریشم‌ها به بدنه مناسبات سرمایه‌داری بچسباند و تحمیل کند، کاری نداریم. منظور من این است که بتوانیم هر چه ساده‌تر کلمه ارتجاع و ارتجاعی را تعریف کنیم تا روشن باشد که هدف برچسب زدن نیست. به لحاظ تاریخی برخی طبقات و نیروها مثلا بردهداری و فئودالیسم عمرشان سر آمده و هیچ عنصر نو و مترقی در آنها نیست و دیگر مطلقاً کهنه، نفی شده و ارتجاعی، یعنی متعلق به گذشتند. در مثل می توان آنها را به یک ارگانیسم و بدن مرده در مقابل ارگانیسم زنده توصیف کرد. این نیروها در یک نظام اجتماعی معین در ارتباط با سهمی که از ثروت اجتماعی می برند و نقشی که در سازمان اجتماعی کار دارند و مالکیت هایی که از آن برخوردارند مناسباتی را به نفع خودشان و برای خودشان برقرار می کنند. برخی فقط بهره کشی می کنند، برخی فقط مورد بهره کشی قرار می گیرند و برخی موضع دوگانه دارند. این طبقات و نیروها در یک دوره معین تاریخی متولد می شوند، سپس مراحل کمی و کیفی رشد خود را طی می کنند و سرانجام به نفع نیروی نوتر نفی می شوند و میدان خالی می کنند. وقتی یک صورتبندی اقتصادی و اجتماعی نتواند از پس نیازهای روزافزون جامعه انسانی بر بیاید و حرکت به جانب مدارج بالاتر تکاملی را تأمین کند، دیگر کهنه، ارتجاعی و متعلق به گذشته است و روابطی را که ایجاد نموده و مدافع آن است مثل زنجیر به دست و پای حرکت جامعه می پیچد. واضح است که نیروهای کهنه و میرا به سادگی از میدان خارج نمی شوند و به خاطر حفظ مناسبات بهره‌کشانه خود تا مدت‌ها
هرچه از دستشان برمی آید انجام می دهند. در بحث اقتصادی اجتماعی فعلا به همین میزان اکتفا می کنیم. منظور این بود که روشن باشد بنابر دیالکتیک اجتماعی برخی اقشار و طبقات در حال زوال و رو به نفی و برخی در حال رشد و رو به اثبات هستند. کما این که امروز دیگر از رژیم بردهداری یا رژیم فئودالی خبری نیست. بنابراین بحث ما مشخصاً بر روی محور و صفحه مختصات سیاسی در مورد رژیم ولایت فقیه است. این رژیم رو به نفی و زوال است، رو به رشد و اثبات نیست. این رژیم پس رونده و پس برنده است، پیش برنده نیست. میرنده است، بالنده نیست. کهنه است، نو و پاسخگوی شرایط و اوضاع و مقتضیات جامعه ایران نیست. این رژیم از روز اول مشروعیت تاریخی نداشت، زیرا چنان که گفتیم از اعماق تاریخ و از درون عقب مانده ترین نیروها سر برداشت. این رژیم از روز اول از نظر مجاهدین مشروعیت ایدئولوژیکی هم نداشت و ملغمه ای از جاهلیت و ارتجا بود. اگر در یک منحنی فرضی تاریخی آن را به عقب برگردانیم، همچنان که خمینی خودش در کشف الاسرار نوشته بود، هیچگاه با حاکمان جائر در تعارض ماهوی نیست. در انقلاب مشروطه با شیخ فضل الله است. در روز عاشورا در طرف یزید و ابن زیاد قرار می گیرد. در بدر و احد در خدمت سران مرتجع قریش است. تردید نکنید که در زمان نمرود ابراهیم را هم به آتش می کشد. اکنون به سراغ مشروعیت خمینی و رژیمش می رویم که به طور مقطعی مبتنی بر رأی مردم ایران بود. از روز 30 خرداد 1360 مشروعیت مقطعی سیاسی خود را هم از دست داد و از جبهه خلق به کلی خارج شده است. به همین خاطر هرگز و هیچگاه حاضر نبوده و نیست که به انتخابات آزاد بدون صافی‌های شناخته شده از قبیل شورای نگهبان ارتجاع و تاریخ‌خانه‌های تجمیع آراء حتی در درون خودش تن بدهد. این رژیم بر ضد حاکمیت جمهور مردم ایران است. به همین خاطر باید سرنگون گردد. راه دیگری جز استراتژی سرنگونی وجود ندارد. جز این هرچه هست موهوم و غیر واقعی و بازی دادن و سردواندن است. این هم نتیجه گیری 27 سال پیش. آیا این رژیم امکان رفرم دارد یا خیر؟ جواب ما این است که مطلقاً نه. یعنی این رژیم آب از سرش گذشته، امکان هیچ نوع سر و سامان دادن موضعی هم به کار خودش هم ندارد. اینطور نیست که اگر جوخه های اعدام و حاکمین ضد شرعی
و کمیته های ضد اسلامی و امثال هم را جمع بکند، بتواند سرپا بایستد. نه، این غیر ممکن است. ضمناً معنای این پاسخ منفی ما به امکان رفرم این است که رژیم آلترناتیوی در داخل خودش ندارد. یکی از فرضیات این است که خب اگر کار به خمینی و به رژیمش زیاد سخت بشود، می آید و آدمهای چند آبشسته تری را از قبیل بعضی از آنهایی که هنوز به امیدهای کاذبی در داخل مجلسش بیتوته کرده اند، در حالی که این مجلس صد بار ناحق‌تر از مجلس شاه است، روی کار می آورد. یعنی اشکالی نمی بینند که خمینی جانورهای خوناشام کنونی را با یک تیپهای قدری نرمتر عوض کرده و به امورش سر و سامان بدهد. مثلا می گویند همانطور که شاه آمد کویدا را کنار گذاشت، نصیری را کنار گذاشت و یک عده دیگر را آورد، خمینی هم بیاید یک قدری به این ترتیب عمر خودش را طولانی کند. اما ما به این فرض پاسخ منفی می دهیم. آنقدر قضیه برای ما مسجل است که رژیم امکان رفرم ندارد که از قضا خیلی خوشمان می آید رفرم بکند، برای اینکه در چنین شرایطی همانطور که گفتم، همین که سر کیسه ولایت سفیانی خمینی شل شد، تماماً پاره خواهد شد و خمینی هم دقیقاً این نکته را می داند. دقیقاً می داند که فی‌المثل اگر تظاهرات اواخر شهریور و اوائل مهر ماه در سال 60 را با قساوت بی حد و حصر و غیر قابل تصور سرکوب نمی کرد، از جرقه حریق برمی خواست. بنابراین رژیم نه امکان رفرم دارد و نه آلترناتیوی در داخلش شانس وجود دارد. ضمن اینکه از نظر سیاسی ما نه تنها بدمان نمی آید، خیلی هم از یک رفرم فرضی یا آلترناتیو درونی رژیم سود خواهیم برد، زیرا در فاز سقوط این از قضا برای شکاف برداشتن هرچه سریع‌تر تور اختناق به نفع خود ما خواهد بود. البته بعید می‌دانیم که خمینی و این رژیم با این روحیات و با این رهبریش از این ناپرهیزی‌ها به سرش بزند، مگر اینکه در آخرین نفسها چاره‌ای جز این نبیند که البته این هم نفس خودش را هرچه زودتر در سینه پلیدش حبس خواهد کرد. رژیم دجال و ضد بشری ولایت فقیه. این یک رژیم دجال و ضد بشر به معنی واقعی کلمه است. باز هم به جمع‌بندی نخستین سال مقاومت برمی گردم تا ببینید که حرف جدیدی نیست و 27 سال دیگر آزمایش پس داده است. ما رژیم خمینی را یک دیکتاتوری ضد بشری و دجال می شناسیم. در مورد دیکتاتوری خمینی که جای صحبتی نیست. می دانیم که همه شعبده بازی های مربوط به اصطلاح ولایت فقیه نیز بلاشک هدفش تحکیم ولایت سفیانی خمینی بود، یعنی دیکتاتوری مطلق، انحصار طلبی مطلق، چیزی که واقعا در فرهنگ قرآن دقیقا معادل شرک است. یعنی خمینی تلویحا دعوی خدایی دارد. چنین موجودی قطعا اگر در روزگاری بود که مثلا صحبتی از خدا و پیغمبر نبود، قطعا
فرعونوار خودش داعیه خدایی می داشت. کما این که شما در سراسر موضع‌گیری ها و سخنرانی های خمینی طی سالهای اخیر را که ببینید، کلمات خدا، اسلام و انقلاب در حقیقت اسم مستعار خودش هستند. هر گونه مخالفت با اوست که مخالفت با خدا تلقی می شود. در حالی که خدا به پیغمبرش هم می گوید که بگو که من بنده و فرستاده خدا هستم، چه رسد به موجودات شیطان صفتی مثل خمینی؟ خلاصه چنانچه سخنرانی ها و موضع‌گیری های خمینی را مرور کنید و هر جا که کلمات خدا و اسلام و انقلاب دیدید، اگر به جایش بگذارید خمینی، منظور او بهتر قابل فهم خواهد بود. و اما گفتیم که این دیکتاتوری با یک خصلت ضد بشری و یک خصلت دجالگونگی مشخص می شود. چرا می گوییم خصلت ضد بشری؟ به خاطر اینکه در حقیقت کلمات ضد خلقی و ضد انقلابی رسا نیستند. کلمه ضد خلقی و ضد انقلابی مال شاه است، اما از موضع مادون سرمایه‌داری، از موضعی که خمینی حرکت می کند، با توجه به ابعاد جنایاتش، با توجه به اینکه واقعاً علت دوام و از اساس کمر به هلاک هر سو نسل بسته، کلمه ضد بشری گویاتر است. از قضا آن بازتاب‌هایی را که جنایتکاران اکثریتی و توده‌ای و شرکا اسمش را می‌گذارند ضد امپریالیستی، در چارچوب مقوله ضد بشری قابل فهم تر می شود. خمینی به همان اندازه ضد امپریالیست است که ضد بشر است. خراب کردن، به هم ریختن، شلوغ کردن، توی سر علوم و فنون زدن، توی سر رشد تولید زدن، برای چی؟ مثلا برای رسیدن به سوسیالیسم؟ نه، برای بازگشت به دوران ما قبل سرمایه‌داری، دوران برده‌داری و توحش. باز هم درباره خصلت و کارکرد ضد بشری رژیم ولایت فقیه در 27 سال پیش. این رژیمی است که خودش هم شکنجه و خون گرفتن قبل از اعدام و تجاوز به دختران خردسال را اصلاً انکار نمی‌کند. قطعاً حکم مکتوب دادستانی مستند به فتوای امام خوناشامشان را دیده اید. شاید باور نکنید که نسخه ای از این حکم چند روز بعد از صدور در دست من بود، اما باورم نمی شد. برادرانمان از داخل فرستاده بودند تا افشا شود. شخصاً چند ماه مانع انتشار و افشای آن شدم، چون که وسواس داشتم که به طور قطع و یقین علارغم اشکالات ارتباطی مجدداً صحت آن از داخل کشور تایید شود. تایید اول و دوم را هم باور نکردم، تا اینکه چند ماه گذشت و تایید قاطع نهایی رسید که البته در این فاصله مدرک مزبور از منابع متعدد دیگری نیز پخش شده بود. راستی چند نفر در تاریخ بشر مثل خمینی بودند که هم از محکوم به اعدام خونش را قبل از اعدام بگیرند
و هم بر سر این مطلب فتوای رسمی و قابل استناد کتبی بدهند، به طوری که دادستانشان هم چنین احکامی را با مهر و امضای خود مستند به آن فتوا نماید. دروغ‌های تبلیغاتی واقعا نجومی رژیم را هم که خودتان بهتر می‌دانید. واقعا که سیمای تمام عیار همه سفلگی و دناعت و دریدگی بی حد و مرز این جانی شرور خمینی است. بعضی وقتها اساساً خبر جعل می کند. واقعاً در این موارد گاه به اصطلاح شب را روز و روز را شب منعکس می کند و در هر لحظه هم برای توجیه شهوت شیطانی خود فتوایی در لبادش حاضر و آماده دارد. از فتوای ازدواج اجباری زنان کشته شدگان خودش تا فتوای حلالیت روزخاری برای شکنجگران اوین که در رمضان سال 60 به در و دیوارهای شکنجگاه نصب کرده بودند. خب، تا اینجا گفتیم که این یک رژیم دیکتاتوری ضد بشری است. خصوصیت برجسته بعدی رژیم دجالگونگی اوست. عمدن نمیخواهم شیادی و یا عوام فریبی بگویم. اینها کم است و رسا نیست. آخرین نمونه ها را شما بهتر می دانید. استخدام امام زمان قلابی برای فریب افراد ناآگاه در جبهه‌های جنگ با عراق. همین تازگی ها شخصا در یکی از روزنامه های رژیم اعلامیه تسلیتی را که در آن اشاره به دیدن امام زمان توسط فرد مربوطه داشت را دیدم. شما هم که تیتر روزنامه را که بر حسب آن خود خمینی تلویحاً به عنایت امام زمان به جبهه ها اشاره داشت لابد دیده اید. حال آنکه خود خمینی خوب می داند که بر حسب اخبار متواتر شیعه هر موقع هم که امام زمان بخواهد ظاهر شود، نخستین کار او تطهیر دین از لوس وجود همه دین فروش های ریایی و گردن زدن همه ستم پیشگان و شیطان صفتانی چون خمینی است که نام خدا را وسیله اسارت خلق ساختند. بگذاریم، تبلیغات رژیم کاملا خصیصه دجال گونگیش را برملا می کند. در همان زمان راجع به سپاه پاسداران هم گفته بودیم. خب، سؤال این بود که آیا رژیم خمینی هم مثل شاه یک رژیم پلیسی نظامی است؟ یعنی ابتدا به یک دستگاه اطلاعاتی، به یک دستگاه ساواکی مثل شاه بنده است و مقدمتاً از این طریق اعمال دیکتاتوری می کند؟ جوهر سؤال ما این بود که اساساً از چه طریق مقدم بر هر طریق دیگر سوار کار است و تا حالا سوار مانده. به عبارت دیگر، آنچه که جامعه را به طور مشخص از حرکت در قبال خمینی باز داشته چیست؟ ساواکی مثل شاه است؟ جواب این است که مسلماً نه، بلکه بازوی نظامی آن است، کمیته چی و پاسدارش است.
جوخه های اعدام و حکام شرعش است. یعنی قبل از هر چیز دقیقاً و مشخصاً محملهای عینی و عملی دیکتاتوری پاسداران ارتجاع هستند. پاسداران هستند که جامعه را به اصطلاح بسته و قفل کردند. اگر به یاد داشته باشید، در اولین موضع‌گیری رسمی سازمان پس از انقلاب، در روز 2 اسفند 57 در دانشگاه تهران اعلام کردیم و در همه روزنامه‌ها هم منعکس شد که این پاسداران نهایتاً شکارچی انقلاب و انقلابیون و جامعه خواهند شد. و این در دومین هفته انقلاب بود که هنوز چندان صحبتی از پاسدار یا سپاه پاسداران نبود و حتی هنوز به روشنی اسم رسمی هم برای سپاه در میان نبود. اما حالا شما به وضوح می‌بینید که در همه جا قبل از هر چیز دیگر حضور پاسدار حضور رژیم را محسوس می‌کند. تصورش را بکنید، اگر یک روز پاسدار نباشد چه خواهد شد؟ در مورد امکان کودتای نظامی هم در داخل این رژیم جواب ما از همان سال 1360 به ترتیب زیر بود. آیا امکان یک کودتای نظامی از درون رژیم هست؟ جواب ما این است که تا خمینی هست امکان کودتای نظامی از درون رژیم وجود ندارد، مگر اینکه اول خمینی را حذف بکنند. دقیق‌تر بگویم، اساساً با توجه به تمام خصوصیات رژیم چنین امکانی وجود ندارد. رژیمی که سر تا پا ساواک و تفتیش عقاید است، از دوایر خبیث به اصطلاح سیاسی ایدئولوژیک گرفته تا کلیت رژیم و ایادی سرکوبگرش که یک پارچه ضد انقلابی و ضد مردمی هستند، از انجمنهای ضد اسلامی تا نهادهای سرکوبگر رژیم در کارخانجات، در دهات و در ادارات، تا چه رسد به پاسداران و حکام ضد شرع و دادگاه‌های ضد انقلاب و الی آخر. فضا و جو ارتش بعد از جریان رجایی و باهنر به صورتی بود که به سرعت می توانست علیه خمینی و همسو با خودمان پیش برود، ولی خمینی توطئه کرد. توطئه این بود که صیاد شیرازی را بیاورند روی کار و او هم تصفیه ارتش را از همه عناصر ضد ارتجاعی هرچه سریع‌تر پیش ببرد. خب بهانه جنگ را هم که در مرز داشتند. ضمناً ارتش هم که با توجه به همه تحولاتش از شاه به بعد ارتشی مثل ارتش شیلی نیست. یعنی آنچنان کارایی و ابزاری برای یک کودتا در حال حاضر موجود نیست. بنابراین ما اساساً تا موقعی که خمینی از صحنه حذف نشده امکان کودتای نظامی را جدی نمی‌گیریم. درباره ادامه جنگ با عراق هم که وضعیت را بسیار بغرنج کرده بود، خوب است آنچه را در آن زمان می گفتیم یادآوری کنم. سؤالمان این بود که در مورد ادامه جنگ با عراق آخر کدام رژیمی می آید مسئله جنگ را
در حالی که چنین دشمن داخلی هم دارد، اینقدر طولانی می کند. مگر عقلش کم شده؟ مگر نیست که هر آدم عاقلی ترجیح می دهد در یک جبهه بجنگد تا در دو جبهه؟ خب پس چرا نباید رژیم هرچه زودتر مسئله جنگ با عراق را فیصله می داد تا بیشتر به ما بپردازد؟ مگر در صلح و سازش و حتی وطن فروشی و خیانت دست خمینی بسته بود؟ مگر صد بار وطن فروشتر از شاه نیست؟ مگر از قرارداد گروگانها گرفته تا قیمت نفت، خمینی حد و مرزی در خیانت می شناسد؟ وانگهی مگر به طور غریزی و حسی هم شده منافع خودش را نمی فهمد؟ پس به این ترتیب اگر کسی به او نصیحت کند که تو که با چنین جنگی در داخل مواجه هستی، بیا و با عراق صلح کن تا بهتر بتوانی مخالفین داخلیت را بکوبی، چرا خمینی نباید بپذیرد؟ به خصوص وقتی که مردم هم از دست جنگ عاصی شدند. وانگهی خمینی که هیچ پرنسیپی ندارد و از طرف دیگر منافعش را خیلی هم خوب می فهمد. اصلاً حسی و لمسی و غریزی می فهمد. پس چرا نباید از مدتها پیش به جنگ با عراق خاتمه می داد؟ به خصوص که در همان بهار سال 60 هم بر اساس پیشنهاد غیر متعهدها یک صلح شرافتمندانه و عادلانه کاملا امکان پذیر بود و اصلا اینقدر کشته و آواره و خرابی و مخارج نظامی هم لازم نبود. اما مسئله خمینی اینها نیست. مسئله اصلی او این است که بایستی برای ترور و برای کشتار و اختناق داخلی و سرکوب ما بهانه اجتماعی و سیاسی بتراشد و لذا از جنگ خارجی استقبال می کند. یعنی ترور و خفقان و کشتار را بایستی با کشتار و ویرانی و خرابی بیشتر در مرزها برای بقای سلطه ننگین خودش استمرار بدهد و الا در حکومت نخواهد ماند و الا نخواهد توانست شما را ستون پنجم و عامل امپریالیسم و امثالهم خطاب کند. مگر نبود که از فردای جنگ ایران و عراق هر تکانی که ما می‌خوردیم اتهام ستون پنجم ترجیبند همه حرف‌ها و سخنرانی‌ها و اعلامی‌های رژیم بود. اضافه بر اینها او باید با جنگ فشارهای نظامی و پلیسی به مردم را توجیه بکند. جلوی خواست‌ها و حرکت عادلانه مردم را به این وسیله سد بکند. پرسنل انقلابی و ترقی‌خواه و میهن پرست و ملی ارتش را در آنجا مشغول بکند و الا اگر می توانست ارتش را می آورد در داخل شهرها و می انداخت به جان منافقین. به عبارت دیگر تا وقتی مقاومت هست و شما هستید صورت مسئله جنگ برایش متفاوت است. اگرچه اصلا نباید از یاد برد که این جنگ که به طور مقطعی و موضعی فواید زیادی برای خمینی داشته به طور استراتژیک شیره رژیمش را هم کشیده است که خود موضوع بحث جداگانه است. اما اگر مقاومت و مبارزه‌ای در کار نبود البته صورت مسئله طور دیگری بود. ضمناً نباید فکر کرد که دشمن اینقدر احمق است که نمی فهمد
این جنگ به طور استراتژیک شیره رژیمش را کشیده. نه میفهمد، ولی چنین رژیمی ناگزیر است و به ناچار مسائلش را استراتژیک نمیتواند ببیند و حل کند. لذا در مقطع این جنگ همانطور که خود خمینی گفت برایش مائده‌ای بود که از آسمان رسید. خلاصه کنم، پیوسته باید به خاطر داشت و تذکر داد و بیان کرد که اساساً این مقاومت و مبارزه عادلانه انقلابی و گسترده و سراسری ماست که در وجوه مختلف رژیم را تضعیف کرده و بحران را به اعماق آن نفوذ داده است. اینها وقتی می‌بینند که یک چنین مقاومتی هست که علی رغم اینکه هر روز اعلام می‌کنند 90% از بین رفته، ولی باز فردا می‌بینند وجود دارد، طبعاً برخوردشان با همه مسائل نسبت به موقعی که بالفرض همه چیز ساکت و با ثبات می بود خیلی متفاوت می شود. نکته بسیار مهم دیگری که از همان زمان تا به حال ما بر روی آن پافشاری کرده ایم این است که نباید انتظار سرنگونی خود به خودی این رژیم را داشت. می گفتیم سرنگونی رژیم یک امر خود به خودی نیست، یعنی نباید انتظار داشت که رژیم خود به خود بیفتد یا بیاید اعتراف و معذرت خواهی بکند که زیاد جنایت کرده و بعد هم خودش بگذارد برود. پس وقتی صحبت از سرنگونی می کنیم، تا آنجایی که به ما و به مردم ما مربوط است، این امر مستلزم قیام است. اما خود قیام مستلزم این است که امکان پا گرفتنش وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، بایستی موانع قیام، یعنی چیزهایی که دست و پای توده مردم را می بندند که نتوانند قیام کنند، برکنار و کنار زده بشوند. یعنی فرصت و لحظه مناسب برای قیام در دست رس قرار بگیرد و ما در این مسیر هستیم. حالا بیش از 27 سال از روزگاری که من مطالب فوق را در نوار صوتی برای مجاهدین در داخل کشور می‌فرستادم گذشته است. در سال 61 و در همین جمع‌بندی و در شرایطی که هیچ امکان و فرصتی برای تشکیل ارتش آزادی بخش نبود، مجاهدین در پی استراتژی سرنگونی می‌خواستند آن را با قیام شهری محقق کنند که البته لازمش این بود که ابتدا تور اختناق ولایت فقیه از هم بگسلد و پاره شود تا امکان تمرکز و تجمع نیرو برای قیام توده‌های شهری فراهم شود. اما جنگ ضد میهنی مانع بود. سپس 4 سال طول کشید تا به تأسیس ارتش آزادی بخش رسیدیم که جداگانه باید به آن پرداخت. آنچه در این فصل می‌خواهم توجهتان را به آن جلب کنم، شناخت و تعریف رژیم ولایت فقیه به عنوان یک رژیم دجال ضد بشر با خصوصیت ویژه صدور ارتجاع و تروریسم است که در منتها درجه خود
به جنگ 8 ساله ضد میهنی منجر شد. بحرانسازی و صدور ارتجاع و تروریسم لازمه حیات این رژیم است و بعداً درباره آن بیشتر صحبت خواهیم کرد. پس تا اینجا حرف ها را خلاصه می کنم. اول اینکه ما با یک رژیم ارتجاعی و ضد تاریخی روبرو هستیم که تعاریف دیکتاتوری های شناخته شده و کلاسیک درباره آن صدق نمی کند، زیرا سر سیاسی آن مادون سرمایه‌داری است و بنابراین یک رژیم دجال و ضد بشری است. دوم اینکه اصلاح پذیر نیست و باید سرنگون شود. سوم اینکه سپاه پاسداران ابزار اصلی حاکمیت ولی فقیه است. چهارم اینکه این رژیم کودتا پذیر نیست. منظور کودتای نظامی است، مگر به انتهای خط رسیده و قبل از آن کودتای مفروض امر سرنگونی به طور عمده و محتوایی انجام شده باشد. پنجم اینکه صدور بحران و ارتجاع و تروریسم که به جنگ ضد میهنی 8 ساله منجر شد لازمه بقای این رژیم و بخش لاینفک موجودیت آن است. ششم اینکه سرنگونی چنین رژیمی خود به خودی نیست و به طور قانونمند باید سازمان یافته محقق شود. هفتمین نکته که بعداً خواهم گفت ولی در همین جا نباید از قلم بیفتد و ناگفته بماند، ضعف مفرط ماهوی و شکنندگی حد اکثر این رژیم به ویژه در برابر مجاهدین و کسانی است که در برابر آن محکم بایستند و بر دهانش بکوبند. در این صورت هیچ غلطی نمیتواند بکند و هیچ سلطه‌ای بر آنان نخواهد یافت. خدا به شیطان گفته بود که بر بندگان من سلطه‌ای نخواهی یافت. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. آخرین نکته در این فصل که حتما باید بگویم این است که اگر پس از 27 سال از من بپرسید در مورد دجالیت و خصلت ضد بشری رژیم ولایت فقیه حالا چه میگویی و چه تصویری داری، جوابم این است که در آن زمان که عیناً همین حرف ها را میگفتم در حیطه دجالیت و خصلت ضد بشری عشری از اعشار را هم نفهمیده بودم و توان تصور آن را هم نداشتم. من واقعا در آن زمان تصوری از آنچه در واحدهای مسکونی و قفسها بر سر خواهرانمان برای درهم شکستن آنها آوردند نداشتم. کتاب‌هایی که برادران و خواهرانمان به ویژه اعظم حاج حیدری در این باره نوشتند لرزه بر اندام می‌افکند. برادرش او را لو داده و همراه با پسر عمویش هر دو شکنجه‌گر او بودند. وای بر سنگ دلان و شقاوت پیشگان.
در تابستان سال 61 من واقعاً تصوری از قتل عام زندانیان سیاسی و گورهای جمعی نداشتم. تصوری از ابعاد فحشا و اعتیاد که رژیم خودش مروج آن است و فروش اجزای بدن و فروش دختران در رژیمی که بر خود نام جمهوری اسلامی گذاشته است نداشتم. تصوری از این نداشتم که چگونه رژیم در پاکستان، در روز روشن، در کویته و کراچی و اسلام آباد 20 پایگاه مجاهدین را میتواند به رگبار و موشک و SPG-9 ببندد. نقدی را در روز روشن در روم و کاظم را در ژنو ترور کند و دولت‌های مربوطه دم بر نیاورند. تصوری از آدم ربایی و شکنجه در روز روشن توسط سفیر رژیم منوچهر متکی در ترکیه و همچنین ربودن و مسله کردن یک مجاهد خلق در آنجا نداشتم. تصوری از طاهره طلوع سمبل شهیدان فروغ با دشنه‌ای در قلبش در حالی که بر فراز یک بلندی به صورت واژگون با طناب ولایت خمینی از درختی آویزان شده هرگز نداشتم. تصوری از این نداشتم که چگونه و با چه معاملات و زد و بندهایی میتواند دولت فرانسه و شیراک را به اخراج پناهندگان به گابون
به چشم بستن، بر ربودن و کشتن ما در پاریس و به کودتای ننگین 17 ژوئن بکشاند. آنقدر که در اعتراض به آن 25 مشعلدار فروزان آزادی خود را در 10 کشور به آتش بکشند. تصوری از این که این رژیم چگونه و با چه ترفندی و با چند میلیارد دلار رشوه و معامله مجاهدین را در لیست تروریستی اتحادیه اروپا وارد می کند نداشتم. تصوری از این که آمریکا را چگونه به دام برچسب تروریستی علیه مجاهدین، به دام جنگ در عراق و به بمباران 100 باره پایگاه‌های ارتش آزادی بخش ملی ایران خواهد کشاند نداشتم. همچنان که تصوری از باج سبیلی نداشتم که آقای جک استرا را به رضایت برای بدار کشیدن 65 یا دست کم 20 تن از رهبران مجاهدین پس از استرداد به تهران می کشاند. تصوری از ابعاد مزدور سازی و نیرنگ ها و مجعولات و لجن پراکنی های این رژیم علیه مجاهدین و شورای ملی مقاومت و پول های حیرت انگیزی که در این خصوص حتی برای کندن یک نفر و برای یک دروغ و یک ناسزا از جانب مزدوران علیه ما خرج می کند نداشتم. سردار شهید خلق موسی خیابانی خمینی را که اسمش روح الله بود روح پلید شیطان می خواند. به راستی درست گفته است. به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران و با درود بی پایان بر شهیدان به خون خفته خلق و خصوصا بر هزاران مجاهد شهید که به دست تبهکار خمینی جلاد این روح پلید شیطان و یزید زمان به خاک و خون غلطیده اند. روز فرمان موسا چون گام رزم و دهاجم یاران به پاکین من تا آتش کین بباریم بر دشمنان بشر به مرد مسلسل بسوزان تو بنیان این جانیان شکن باز و مال جنایت به هم
دست با شعله برکش ای آتش انتقام، هر کس به زبان دوران به خون خواهی کاله ها، به دوخانی از خشم ملت دمد در دوره ها، این مردگان قرون را در دورشان کن نهان، تا صبح تا گرهایی گردد به هر سو عیان، راه خدا راه مردم فدا کن فدا جان خویش، به فرمان فرمان به موسا بمیش بمیش بمیش. آینده مال شماست، به این نکته ایمان داشته باشید، یقین داشته باشید که آینده مال شماست، آینده مال انقلابیون است. نیروهای میرا از صحنه حذف خواهند شد. پیروز.